سخنرانی اسفندیار منفردزاده همین چهارشنبه 24 ماه می از ساعت 6 تا 8 وقتی بیاین به دانشگاه ایرواین سمیر جوردن سنتر رو پیدا کنید خواهید دید دوستان رو در اونجا، هنر و مردم. به هر حال آقای اسفندیار منفردزاده این هفته سخنران شهر ایرواین خواهند بود، به شهر ما خواهند اومد. از این فرصت استفاده کردم که به این بهانه که ایشون در اونجا خواهند بود و سخن خواهند گفت امروز در برنامه داشته باشیم. آقای منفردزاده، من اول برنامه چیزی گفتم، نظرتون در مورد انتخابات ایران چیه؟ چشم، میگم اجازه بدید یک کوتاه توضیح بدم که مرسی که خب سخنرانی رو ادامهش گفتید گفتگو. من واقعا دوست دارم که من هر جا میرم در واقع درس پس میدم، به ویژه پیش معلمای بزرگی مثل خودت. بنابراین اونجا دوست دارم که منبر نباشه و با من گفتگو کنیم. نه منم آرزو میدم. خوندم اون رو، از رو نوشته سخنرانی است، خواستم رعایت کرده باشم اون چیزی که هست، ولی میدونم که گفتگو، برای اینکه میشناسم که چیکار خواهی کرد. و گفتید گفتگو، ممنونم و واقعا آرزو میده که این گفتگو اتفاق بیفته، چون زیباتر از این نمیشه. اما اینکه صحبتای کردی خب همش بریم سر انتخابات ایران. خب دقیقاً انتخابات، خب شما تو استفاده کردید انتخابات آزاد، خب پیش شرط داره دیگه انتخابات آزاد. اگر معنای انتخابات آزاد بگیم انتخابات بی تقلب باشه که یه معنای دیگر، اون نیست. انتخابات آزاد یعنی اینکه برای من اینه که پیش شرط انتخابات آزاد حضور احزاب آزاد به ویژه دگران، احزاب دگراندیش، اگه اینا باشند خب اصلا انتخابات اسمش میتونه باشه انتخابات و تقلب هم بکنه حتی بشه، ولی انتخابات انتخابات، چون احزاب همه هستن، نه احزابی که بگیم به هر حال سمپات یا نزدیک یا خوادار نظم موجودن. خب در این صورت انتخاباتی نیست، اسمش انتخابات نیست به معنای اخص کلمه‌ای که در جهان متداوله. خب این اتفاق افتاده، مردم انتخاب میکنن، حق دارن اشتباه هم بکنن، درست هم بگن، ولی این معیار انتخاباتی که در به هر حال بهترین راه حضور مردم در حکومت، تأثیر گذاشتن بر حکومت، مقداری از حاکمیت خودشون استفاده کنن، انتخابات هست. ولی اگر اون احزاب آزاد نباشه، نه، به نظر من میبینیم که چاره‌ای پیدا نمی‌کنه، یعنی راهی نیست برای یه گام به پیش. اما کسی که اونجا زیر اون شرایط زندگی میکنه خب حق داره انتخاب کنه و اون خودش تاوانی اگر باشه پس میده. من که بیرون نشستم بالای گود نمیتونم بگم لنگش کن. بنابراین انتخاب شما رو ما محترم میشماریم، من و مایی که شما رو حق به انتخاب، به هر حال همین نوع انتخاب رو به رسمیت میشناسیم. من دلم خواست، آرزو میکردم احزاب آزاد بود، زندان در اون صورت دیگه نبود، شکنجه نبود، خود به خود اعدام نبود، یعنی با یک آزادی سیاسی به ویژه دگراندیشان همه این معضلات، چند تا معضل سنگین که از پیش از انقلاب بود کمتر شدت پیدا کرد پس از انقلاب، خب اینا همه برطرف میشد. ولی مثل اینکه هنوز شمایی که تعیین کننده هستید شاید به هر دلیلی میل ندارید. خب وقتی میل ندارید، من هرچی منو ما بگیم فکر نمی کنم تأثیر داشته باشه. انتخابات یا انتصابات، هر نامی میخوام بذارن، به هر حال در از یک محدوده ای حرکت کرده و محدودیت در انتخابات دیگه، یعنی حق انتخاب رو نداریم. شما وقتی چارچوب میذارید که در این چارچوب داریم رأی میدیم، یعنی که شما میگین که کسانی دیگه، چه کسانی نمیتونیم بیان؟ طبیعی است که ایران انتخابات آزاد نداشته، نوعی رقابت یا وزن کشی در اون حکومتی ها به وسیله رأی مردم بوده. در این وزن کشی خب آقای رئیسی کمتر تناب رو به سوی خودش تونست بکشه، آقای روحانی پس از 4 سال یه دوره 4 ساله هم به خودش داد. این که مردم چه خواهند گفت و چه خواهد شد، به قول آقای منفردزاده معیاریست که در درون ایران مطرحه و مردم، من نمیتونم از اینجا بگم که چه دلیلی، مثلا اون جوانانی که با شور و شادی در خیابون رقصیدن بعد از به دست آمدن پیروزی مثلا آقای روحانی، این شور و رقصیدن برای چه چیزی بوده؟ آیا به خاطر پیروزی بر ابراهیم رئیسی بوده یا به خاطر این بوده که آقای روحانی رو قبول دارن؟ خب به باور من این هستش که بیشتر این تلاش در اون سوی قضیه هستش،
یعنی مردم میزنن و میرقصن برای اینکه بگن که اونی که ما میخواستیم شد نه اونی که شما میخواستید، به نوعی به نگاه خودشون میشه. منم بیه اگه یعنی اون محدوده ها، بله، یعنی هر دو حق رأیشون نبوده، همون دو نفری که اون تو بوده. دقیقاً اون 6 نفری که معلوم بود به دو نفر میرسه. خب من اسمشو میذارم هوشمندی اتاق فکر نظام اسلامی. خب حالا یه کمی بازش میکنیم. این آقای رئیسی که معروف شد، هی هر کی گفت آیت الله قاتل، آیت قتل، آیت الله، همه این القاب گفتن. از این زاویه نگاه کنیم که چرا. خب آقای پور محمدی هم قبل از ایشون وزیر شدن دیگه، تو همون هیئت بوده دیگه. بله نه بوده تو، یعنی قبل از این انتخابات تو اون هیئت بوده که شریک جرم هست. یعنی گرمای آب رو یه بار آزمایش کرده. دقیقاً. خب حالا سوال اینجاست، ببینید وقتی به آقای پور محمدی، آقای رئیسی و دیگرانی از این دست که تو اون هیئت بودن و آقای منتظری مستند کرده، خب ما میگیم حالا قاتل باشه. اتفاقا اون بخش مسلمان، نمیخوام هیچ صفتی دیگه بدم، باورمند به این حکومت، از دید اون اگر نگاه کنیم این قاتل کیه؟ قاتل مخالفان اسلام، قاتل مرتدان، قاتل مخالفان همون انسان‌ها که مسلمانن، یعنی مخالفان اونا رو از بین برده دیگه، سرکوب کرده. برای همین آقای پور محمدی میگه من وظیفه اسلامی انسانیمو انجام دادم، قبل از انتخابات گفت. یعنی ایشون باور داره که کار انسانی کرده با متر خودش. آقای رئیسی هم همینطور. این نگاه مطلوب اون بخشی است که بگم خوشبختانه حالا رأی کمتری آورد در این اعلام رأی. اما باز حضور آقای، یعنی به میدان آوردن آقای رئیسی، این تمهید و هوشمندی حاکمیت بود که، یا بگیم حکومت، درست داره امروز فهمیدم، این وحشت رو ایجاد کنه که اگر آقای رئیسی انتخاب بشه جنگ میشه ها، نابود میشه. خب کی جنگ دوست داره؟ من و شما فکر نمی‌کنم جنگ دوست داشته باشیم. شاید عده‌ای بگن که خب در تصادفات زیاد می‌بینن، حالا جنگ اونجا وحشتناکه. جنگ، هیچ چیزی در جهان بدتر از جنگ نیست و منطق تو جنگ وجود نداره. بنابراین این وحشت رو طبیعی مردم خوشحالی کنند، برای اینکه خب نشد آقای روحانی انتخاب شد، بله، ولی این آقای روحانی این مسیری بود که بسترسازی شد که جز این نبود. من غیبگو نبودم، من خیلی وقت پیش گفتم مطمئنم در این جنگ نمیشه، روحانی انتخاب میشه. اصلا غیبگویی نیست اینا، یک سری شواهد و قرائن هست به آدم نشون میده، ولی این روشن شد. برابر این من نه سورپرایز شدم نه تعجب کردم هیچ. فکر میکنم که این حاکمیت به هر شکل به دست این حکومت رسیده با سلیقه خودش حق داره اعمال کنه. ما نشستیم نقد میکنیم چرا فلان پولو داد به فلان جا. خب هر کی بود وکیل مردم میشد به هر شکل میرسید به قدرت و وکالت مردم میگرفت، با سلیقه خودش خرج میکرد دیگه، این تعجب نداره. اگر ما میخواییم تغییری باشه بنیادین، من فکر کنم یه دونه کلید داره که ما به معنای واقعی بگیم آزادی دگراندیش خواهان. به نظر من معنای آزادی خواهی درستریه. اگر آزادی دیگراندیش خواهانی وجود داشته باشه ایران و بیرون از ایران و بر همین یک اصل یک جبهه‌ای تشکیل بشه، اونجا امید هست که بدون با هزینه، کمترین هزینه ممکن، زندان و شکنجه و تبعید و اعدام و سرکوب و همه چی و آزادی یک نشریه حتی بشه، یک حزب دیگراندیش، همه چیز بنیادین امید تغییر هست. غیر این صورت همون جدال داخلی حاکمیت هاست، حتی اگه یه انقلاب اداری دیگه هم اتفاق بیفته. خب چون من و شما خارج نشین هستیم، نگاهتون به این رئیس جمهور آمریکا چیه؟ من خیال میکنم که آقای ترامپ با پول، همه میدونیم، یعنی بیزنسمن موفق، با پول موفقیتش رو به رخ کشید، بسیار هوشمندانه، به هنگامی که اقتصاد در جهان از جمله امریکا خرابه، این در امریکا، خب این چیزایی گفت همه پسندیدند، یک کاسب یا بیزنسمن موفق حرف زده.
پسندیدن رأی هم دادن بهش. من خیالم کنم تقلب بود. نه در آمریکا تقلب نشده. در آمریکا تقلب الکتر... نشده. بله. در آمریکا خانم کلینتون ماشین حساب همراهش نبود که فکر کنه که چه اشتباهی داره میکنه. با کردیت کارت آقای اوباما رفت خرج کنه، در حالی که اون نگاه کردن این کردیت کارت به درد شما نمیخوره. شما باید خودت میآوردی یه چیزی میذاشتی وسط. با نتونست استفاده نکرد این شعار بهتر رو. شعار برنده شد. خب نه شعار برای از زبان کسی که موفق بود، اینو یادمون اگه بره اشتباهه. کسی در امریکا با همه با پول به قدرت میرسند، فرقش با ایران اینه که با قدرت به پول رسیدن، یعنی حاکمیت اسلام در ایران، حکومت اسلامی با قدرت اول رفت قدرت رو گرفت بعد به پول رسید. چرا گرفت بحث درازیست که استادان من میدونن، ولی در امریکا با پول به قدرت میرسند. به نظر من هر دو یکیه. من خیال میکنم باز غیبگویی نیست که آقای ترامپ در حرف اون چی که میزه عربستان میره هر کاری میکنه در ظاهر، در نهایت دستی از زیر میز دستی فشرده میشه با حکومت مشابهش در ایران. من این دو رو یکسان میبینم. حالا باشه آینده روشن میکنه. من حالا اونطوری نگاه نمیکنم. من میگم زبان مشابه دارن در و رفتار مشابه دارن. یعنی اینو در دوران 38 ساله جمهوری اسلامی دیدیم که کدوم بخش از حکومت آمریکا در وقتی در قدرت بوده، یعنی آقای بوش اومد ایران رو گفت محور شرارت، ولی به ایران یه اینطوری هم نکرد. یعنی شبیه اون بخش از دوران، شبیه این بخش از دوران آمریکا نبود. زبان رادیکال ها و کسانی که این کار رو میخوان بکنن از هر جبهه‌ای رو اون یکی هم زبانشه دیگه، منتها در یه زبان نوع دیگری داره صحبت می‌کنه، میتونن بهتر بفهمن. درسته، اینم از این منظر هم درسته، ولی سیاست خارجی آمریکا تا اینجایی که من فهمیدمش، شاید الکنم، زیاد تغییر نمیکنه با دست به دست شدن قدرت بین ریپابلیکن و دموکرات. ولی حاشیه هاش بسیار اهمیت داره و اون حاشیه هاست که تعیین کننده میشه. ولی همون سلیقه های متفاوت بس. در چرب کنیم بزنیمش یا چرب نکرده بزنیمش، اینا تفاوت داره حتما، ولی منافع امریکا رو، حاکمیت امریکا، حکومت امریکا ناگزیره که دنبال کنه. بس. اگر نکنه به دلیل مطبوعاتی که وجود داره، شما خودتون میدونید رسانه ها ول نمی کنن، راحت نمیگذارن. این یعنی اون چی میگن، چک بالانسی که هستش نمیذاره هر کاری خواست هر کی بکنه. در کشور ما این تفاوت البته هست، این موضوع رو اونام چون میدونن نمیذارن، به هر قیمتی هست دیگراندیش راهی نداره، میگه شما بیاید رای بدید، اگه مخالف ما هم هستید به هر حال از سیاه لشکر شدن ما استفاده کنیم. من خیال کنم این کار شده. زبان اتفاقا این دو حکومت ایران و امریکا زبان همسو هم شکل به نظر من نبوده، در تضاد هم بوده. مرگ بر امریکایی گفته شده که باور شده، اون سطوح پایین جامعه که معتقد و مسلمانه باور کرده. الان اینو من شنیدم، تازه دغدغه بخشی از سران سپاه پاسداران اینه که از یه جنگی که همه میترسیم ازش، بخشی از سپاه پاسداران نگرانیش اینه که یک مؤمن بگیم حزب الله پاسدار معتقد به اسلام و حکومت قایقای تندرو رو یکیش سوار شه بره بزنه به کشتی ناو، این جنگ شروع میشه. دقیقاً من همین الان می‌خواستم همین جمله رو بگم که ببینیم، میگیم که جنگ پایان یافته، جنگ رو پایان یافتنش در دست آقای روحانی یا شروع کردنش در دست آقای رئیسی نیست. یک نفر میتونه از یک از اون قایقای تندرو رو به ناوگان آمریکا بکوبه و این شلیک میشه، تموم میشه. خبری که از زبان این یک دو تا سران سپاه، سرانی که نگرانن و جنگ طلب نیستند، آدم گذاشتن مترصد انگشت به معاشه، به قول معروف که اگر کسی چنین خطایی از دید اونها کرد، قبل از اینکه بره به اونجا برسه بزننش. یعنی اینجا من مطمئن شدم آقای روحانی انتخاب میشه. آها. یعنی داخل نمیخواد کسی جنگ کنه، مطمئن بودم. این خبر خودتون میدید تحلیلش اینه که سپاه نمیخواد جنگ کنه، میترسه اون باورمنده که هی گفته مرگ بر امریکا بره باور شده این کارو بکنه. اگر نمیخواد جنگ کنه چرا در درون سوریه است الان؟ سوریه جنگ نیستش، سوریه برای حضور نظامی اینا هست. داره این بستر سوریه. ببینید جامعه ایران نظرش همش اونجا سر مسائل داخلی حل شده به نظر میاد. خیلی مهمه، یعنی توی بحران این نظام تمام این 38 سال در بحران تونسته ادامه بده و بحران آفرین بلده چجوری بحران بیاره. مرگ بر امریکا دروغه در ایران.
من میخوام موضوع رو یه ذره عوض کنم برای اینکه ایرادی هست بر من که بخیر. در یک فرصتی که اسفندیار منفرزاده اینجا هست نسبت به موسیقی و سیاست باش صحبت نکنیم. برای اینکه شما همه اسفندیار منفرزاده رو میشنیم، برای اینکه بتونیم به این بخش بریم، از بهروز عزیز خواهم خواست که یکی از کارهای آخر اسفندیار منفرزاده رو، سکوت رو، کار آخر یعنی دیگه هیچ کاری نمی کنه آه. یعنی مرگش بعد تازه ترین کار بگیم در زمین ترانه و ترانه مثلا خب همیشه یکی از آخرین هاست دیگه آخرین کار آخرین کار خدا پایان یاد رو خب ولی کاریست که تا این الان انجام دادی میشه تازه ترین کار آخه 9 سال گذشت تازه ترین کاره متاسفانه خب تازه ترین کاری که 9 سال پیش آقای منفرزاده انجام دادن سکوت رو پخش بکنن و این گفتگوی ما رو یه ذره از سیاست خارجی آمریکا و سیاست خارجی و داخلی ایران عوض کنه، بریم رو زمینه‌ای که دوست دارم که حتما از آقای منفرزاده بپرسم. سکوتم را نکن باور، من آن آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم، من آن خرمن، من آن انبار باروتم که با آواز یک کبری آتش می شوم. کنار هم سکوتم را نکن باور، تمام این قفس ها را، تمام حسرت و این ترس ها را من به دستانی که میخواهد رها باشد شکستی سخت خواهم داد. سکوتم را نکن باور، من آن پرهای بسته منتظر در کنج که آواز رهایی شعر هر روز است زیر لب. سکوتم را نکن باور، جهان
دوران جنبش سبز ساخته شده که زیادم فاصله حالا نیست، یعنی 9 سال دیگه. خب اگر 9 سال پیش ساخته شده، چگونه شد که این رو به عنوان تازه ترین کارتون ساخت؟ امیدوارم آخرین کارم نباشه. نه، فکر کار دارم، امیدوارم برسم. این دقیقاً اینترنت باعث شد من تو فیسبوک فکر میکنم آره این شعر رو دیدم، خوندم، دیدم عجب زبان حال روزه. تماس گرفتم، دیدم که دقیقاً به همین دلیل، یعنی صدای این جنبش سبز بود. سبز میگیم برای که یه رنگ نبود، همه هم میدونیم باید رنگین کمانی از حضور بود، واقعاً زیبا بود. اینم صدای اون بود، دیدم عجب مناسبه و تماس گرفتم. و این عزیزی که از نزدیک نمیشناختمش، بعدها شناختمش، در وین هم یک سال نشده، و ازش اجازه گرفتم و داد و هنوز نمیدونم چی کار میخوام بکنم با این. امکان نداشت کی بخونه؟ آخه باید کسی که این حرف رو میزنه به قول معروف مثل لباس باید بهش بیاد، نگن این دروغ داره میگه. حالا نمیخوام خواننده دیگر رو، هر کی تو یه خطی کار کرده، یعنی کارنامه آدمهایی که چیزی میگن به نظر من نقش داره در اون چیزی که بیان میکنن، میتونن عوض بشن، ولی آوازخوانای ما یه خط دیگه ای رو رفتن. حالا هی موندادم چه بکنم. بالاخره تصادفاً گلشیفته عزیز، بگم که ذهنم رسید با کمک دوست و تماس گرفتم و با استقبال یا با اقبال خودم روبرو شدم و رفتم. 8-9 نفر، 10 نفر نوازنده رو با بودجه کم خودش کمک کرد و بچه ها رفتیم پاریس و انجام دادیم. یعنی صدای این نسل بود به نظر من که اومد تو خیابون. و خب اینجور کارها باید مثل روزنامه‌ای کار باید همون موقع اتفاق بیفته، همون موقع نتیجه، یعنی گذاشتیم روی نتو شنیدن. حالا اینکه این چقدر اثر میکنه نمیکنه، نظراتی دارم که امیدوارم فرصت بشه بعدن. من این پرسش دارم، شما همیشه یعنی اگه بگن که یک فرد بگن که آقا شما آقای منفرزاده رو میشناسی، میگه همون که ترانه های اعتراض رو میسازی، داستان این ترانه اعتراض در اون گذشته رو خب به وجود، امروز ترانه اعتراض کجاست؟ آیا ضرورت داره؟ اصلا در کشورهای غربی ما میبینیم ترانه اعتراض. خب همین اتفاقا ممکنه که باشه و هستم، متعاب دلش میخواد این کارو بکنه، آزاد هست بره تو حزبش، برای حزبش سرود بسازه، ترانه بسازه، یا حزبی نیست خب میسازه، نظرشو میگه، مشکلی نخواهد داشت. یعنی اجبار نداریم این کار. در سرزمین های مثل ما من خیال میکنم نبود آزادی سیاسی، همینه فقط. ما هنوز غرامت این خسران رو میدیم یا خسران رو میدیم. اگر آزادی سیاسی بود، آزادی دیگراندیش به ویژه بود، چون هواداران حکومت ها همیشه آزاد بودن، سیر از گرسنه خبر نداره، اون اقلیتی که بگیم اقلیت واقعا ناراضی بود، اگر آزاد بود این نقد و پویایی جامعه هر روز اتفاق می افتاد و اصلا ضرورت انقلاب پیش نمی اومد. حالا ضایعات این کار اینه که وقتی حزب وجود نداره که حرف درست و پوسکنده با تحلیل درست بزنه، تحلیل مخالفش هم بیاد، خب هنرها اسمش میشه هنر متعهد، حالا ارثیه است از بینش سنتی ایران، و منم نمیخوام بگم قربانی، منم محصول اون روزگارم. خب میاد بخواد بگه چیزی رو که حزب باید بگه، خب نمیتونه توی هنر، اگر بخواد دقیق و صریح بگه دیگه از هنر میره بیرون، میشه سرود. بنابراین یک چیزهایی به تمثیل و استعاره به کار میگیره در کلام به ویژه، یعنی موسیقی ذهنیه، نمیتونه چیزی رو بگه، موسیقی قابل تعبیر و تفسیر، موسیقی که با کلام عجین میشه، همزاد همسو میشن، با هم پیوند میخورن، دیگه از اون ذهنی بودن در میان، بیان میکنن. چی رو بیان میکنن؟ باز سمبولیک، چون نمیخواد سرود بشه، میخواد هنر هم باشه. اینجاست که بیان میشه، اصلا هنر معترض پا میگیره، توی سینما هست، شعر، ادبیات، قصه، تئاتر، و خب تو ترانه میاد. منم این کارو میکنم، همه اینا جمع میشه، 22 بهمن رو میسازه. خب من این تجربه رو نمیتونم ندید بگیرم. چرا 22 بهمن با وجود هنر معترض که نسبت به امروز به نظر من آزاد بود، من هوادار وضعیت پیش نیستم، معترض و منتقدش میخواستم باشم که نتونستم، با این شکل با هنر که رفتار کردیم و جستگوری خود کردیم، آقای خمینی
به نظر من تنها حزب آزاد تا 22 بهمن تنها حزب آزاد حزب الله بود، نه با این نام. اینو دوستان فراموش میکنن. خب ابی نداره، برای اینکه زندگی نکردن یا به هر دلیل موافق بودن، ابی نداره. مثلا اینه که تا اون روز مسئول آقای خمینی نیست. آقای خمینی محصول شرایط بستر ساخته شده، دلایلش فراوون، که ایشون به قدرت برسه. کارهای من هم بقیه رو مایه نمیذاره ازش. اون کارها ایشون هم قبول داشت، اون چیزی که ما تو شعر آوردیم، تو سینما حتی گفت، اصلا ایشون بیان که تکیه کرد به اونا، مخالفتی با اونا نکرد. چرا؟ که چه سمبولیک و کلیگویی بود. شروع شد انقلاب، برای ایشون مسئوله و اونجاست که ممنوعیت و تحلیل سیاسی، چون احزاب میرزه بیرون نشریات، همه دوستان عزیز آموزگاران من شاهدن که چجوری تحلیلی که نوشته میشد بره چاپخونه، تو راه خبر میکرد آقا برگرد، یعنی واقعا عوض میشد تحلیل، تحلیل صریح نه با هنر. اینجاست که دیگه شرایط چیز دیگه ای رو میطلبه. نمیدونم هنر معترض امروز، البته اصلا من اجازه نمیدم به کسی که دست مسائل هنری میزنه بگم نکن بکن، هر جوری راحته باید بکنه، اگه دوست داره نتیجه که میرسه بهش بکنه. ولی تجربه میگه که با هنر معترض نمیشه بنیادین حکومت ناپسندی رو، ناهنجاری رو تغییر داد. خب پس چی؟ چه بکنه اون هنرمند؟ اینه که راه دیگری هست. حالا وظیفه هنر چیه؟ باز مفصله. به نظر من اگر احزاب آزاد، به ویژه احزاب دگراندیش، آزاد باشن، هنر وظیفه اصلیش تلطیف روحیه انسان‌هاییست که با اختلاف نظر زیبا و خوب که هست، این اختلافات مبارزه میکنن با هم، همدیگر رو دوست دارن، حذف فیزیکی نمیکنن همدیگر رو، شب هم با هم لذت میبرن، زندگی هم میکنن، حتی دوتا برادر توی خونه. هنر تلطیف میکنه این خشونت نسبی رو که بین این مخالفان هست، فردا از صبح دوباره مخالفت میکنن. وظیفه هنرها به نظر من اون. خب یه پرسش اینجا مطرح میشه و اون هستش که خب ما از فرهنگ و کشوری هستیم که همیشه باید یه مسئول پیدا کنه، یه دونه رهبر پیدا کنه، یه دونه جلوی صف پیدا کنه. آیا این بحث وظیفه هنر و هنرمند، آیا وظیفه هنرمند اینه که پیشگام باشه، جلوی صف باشه، یا در کنار مردم باشه؟ ببین این هر دوش فرقی زیاد با هم داره. اگر جلو نباشه مردم رو نمیتونه ببره به پیش، اگر در کنار مردم نباشه با شناخت از مردم نداره. کجاست این؟ خب اگر وقتی میگیم هنرمند، اولا هنر رو یک تعریف کنیم، بعد مجموعه هنرمند رو بذاریم توی یه خط فکری، هم چیزی نیست هیچ جای جهان. بنابراین این طیف به سلیقه خودش عمل میکنه. اون شکلی که شما گفتید که یک کسی پیش رو، یک نفر پیش، من اتفاقا فکر کنم که خوشحالم که نسل بعد از ما، بعد از انقلاب، هرچی هم نسل جوانتر بهش نگاه کنیم، من اینو به عنوان امتیاز، یک امتیاز میشناسم که مثل ما دنبال رهبر نمیخواد باشه و رهبر فاسد شدنی یک رهبر هر کی باشه. خب اما این به همین دلیل رهبری شورایی به نظر من زیباست، برای اینکه یک شورای بزرگ، اگه میگی 10 نفر بگو 100 نفر اگه بشه، این شورای بزرگ خریدنش، گول زدنش، همه چیش مشکل تر میشه. و این نسل های جوان دنبال یک نفر نیستن خوشبختانه، من باعث خوشحالی نگاه منه. و خب خود به خود هنرمندان بگیم، حالا باز تعریف داره کی هنرمنده کی نیست، باز تعریف هنر چیه، بعد طیف چیه. به نظر من هر کی حقشه هر جایی هست. اونجاست که اون توجیهی که اون شورا، اون رهبری آزاد حرف میزنه، انتخاب میکنن مردم، زوری هم نیستش. در سرزمین های مثل ما کلید نداره بزنی بالا بشه گل و بلبل، بزنی پایین بشه فساد. نه آقای منفرزاده، هر موسیقی، هر شعری، هر نوشته‌ای یک شناسنامه داره و یک فردی که اون رو آفریده برای نخستین بار. شعر تراوش ذهنیش بوده، موسیقی همینطور، هم کنار بودن موسیقی و شعر در کنار هم دیگه یک ترانه یا یک سرود رو ساخته، اینا شناسنامه یک کار. بله. روزگاری میرسه که نه اون شاعر هست، نه اون کسی که موسیقی رو ساخته. من مثال میذارم، نمیخوام خیلی سخت، دو تا نمونهش همین در انتخابات آقای روحانی، سرود رود
زنده یاد سعید سلطانپور رو. و در انتخابات موسوی آفتابکاران سرومزمستون رو آبدن. خب درون این هر دوی اینها هیچ نشان و سنخیتی با یک حکومت اسلامی مستبد این گونه نیست، ولی جوان ها اومدن از این دوتا استفاده کردن، هم در این دوره انتخابات هم در اون انتخابات. آیا این کار درست است یا نه؟ درست نمیخوام به اون مفهوم درست است یا نه، یعنی این کار رو باید کرد یا نباید کرد؟ خب همین اتفاقا برمیگرده به تعریف کردم، گفتم وقتی که ترانه معترض رو بگیم، حالا سینما و تئاتر همش همین خواهد، وقتی که ناگزیر سمبولیک بگه، روشن‌ترینش این سرود هاست که زنده یاد سلطان. خب ببینید، مگه آقای خمینی نمیگه سر اومد زمستون؟ برای آقای خمینی با متر اون اشتباه اگه بکنیم ما از ماست، که متر ما چیز دیگه است که زمستون سر بیاد، ولی برای آقای خمینی و حکومت اسلامی سر اومد زمستون، سر اومد یعنی باور داره به اون. چرا باور داره؟ برای اینکه مترش چیز دیگه است، ما متر اون رو قبول نداریم، میگیم هنوز زمستان بدتر هم شده، ولی از دید اون سر اومد زمستون، شکوفه بهار شد. خب من خودم وقتی درست کردم پیش پیش بهاران خجسته باد، یعنی دیگه رفتیم که بریم توش، آرزوهای من بود، ولی بهار نشد. بهار در زمستان گل نمیده، زمستان بود. میخوام بگم که این کار چون یعنی نه اینکه نباید بشه، وقتی میشه اگر میخواد سوء استفاده، اسم اینو میذارم استفاده نادرست، نابجا از دید سازنده، درست تجاوز به حقوق سازنده و کارنامه کار همین هست. خب نگه اینطوری رادیکال اونجور بگه که نتونه آقای خمینی پخشونه، برای مثال در این مورد نتونه آقای روحانی استفاده کنه، نتونه آقای کروبی و و نتونن، اون وقت جوان به اشتباه نمیفته، جوان رؤیاشو با اون میذاره، میذاره با اون فریاد میکنه، میاد تو خیابون. این باز نشده، نقد نشده، این کهنگی و اعتبار گذشته روشن نیست براش، و اونقدر رادیکال. ببینید در خفا چی میگن، در خفقان گفته شده، بنابراین میتونه بسیار رادیکال گفته بشه که نتونه باعث سوء استفاده بشه. چرا نگفته نمیدونم، اینو دیگه سلطانپور بزرگوار نیست. بازگشت به دوران مخفی و انسان مخفی نتیجه‌ش هم انسانی که نمیتونه آزاد زندگی بکنه و آزاد کتاب بخونه. بله بله، در همین اتفاق هم میفته. ولی من همواره من یک اختلاف نظر دارم اینجا با شما. من میگم گذشته از این که اون شعر رو باید طوری میگفتن که در جای دیگه ای نتونه مصرف، مثل دارو طوریست که در یک چیز دیگه، بیماری دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، ولی به باور من این گستره حقوق یک انسان برای یک شعر رو برای یک موردی گفته، بر دوش اون گروه موسیقی هست که رفته اون رو بازسازی کرده، که بدون این رو برای چه گفته و برای چه نباید ازش بهره گرفت. خب مثال دارویی که شما میزنید دقیقا همون رو دنبال کنیم. دارو اتفاقا وقتی میدن به پزشکی میده، من مریض میخورم، این ساید افکت چیه؟ عوارض جانبی داره. خب یکی از عارضهای جانبیش همینه که رفتن زدن، این عارضه جانبی همون داروی اون روزه که رؤیای سلطانپور ها بوده. یعنی به نظر من رودی که سعید سلطانپور ساخته و در مراسم عقدش برده میشه به زندان اوین و پس از اون هست که جانش رو میگیرند، در پس این شعر گفتن یک رویا، کارنامه، یک آرمان وجود داشته. و جوان امروزی نمیدونه، باید این رو بدونه و ازش رود، این رودی که سعید سلطانپور میگه چی؟ رودی نیست که آقای روحانی در کنار خودش همراه میکنه. به باور من این رود اون رود نیست. خب درسته، ولی چی باعث این آگاهی که شما، من و شما انتظار داریم که جوان امروز این خطا رو نکنه، ولی این آگاهی بدون آزادی بی قید و شرط سیاسی ممکن نیست. پس باید مطبوعاتی، رسانه، یعنی من و شما اینجا نبودیم، در ایران بودیم، در اقلیت مطلق باز اینو میگفتیم، ذره ذره این جوان میفهمید که
کارنامه اون کار اون آدم چی بوده و چه گذشته. خب این خطا رو نمی‌کرد. بنابراین باز برمیگردیم به یک جونه، اگر چیزی باشه پیوند یا فصل مشترکی بین مخالفان استبداد نه مستبد، اگر این فصل مشترک پذیرفته بشه، اون وقت داخل و خارج یه پیوندی برقرار میکنه، اهرمی داره برای تغییر بنیادین. نباشه هیچ چیز فایده تغییر بنیادین نمیکنه. انقلابات اداری او همه چی اتفاق میفته. ببخشید، به باور من که باید ما یه دگرگونی فرهنگی نیاز داشتیم. میدونم که فوت کرده ولی یادش به گرامی باد، دکتر خسروی جامعه شناسی روستایی به ما درس میداد. به من گفت، به همه ما میگفت برین یه جا تحقیق کنید، به من گفت برو عشایر در مورد این مسئله تحقیق. من رفتم بعد 45 روز برگشتم، بعد بهش گفتم آقای دکتر ما مسائلمون از مسائل روستا و عشایر عبور کرده، جامعه شهری شهرنشینی، شما چرا اینقدر سخت گیری میکنیم به ما میگین برو به یکی گفته و برو کدام روستا؟ همه بچه ها رو این 100 نفر رو فرستاده به روستا، معلوم بود که هر دوره همین کارو میکنه. گفت ما از دوران روستاییگری از نظر فرهنگی رها نشدیم، ما مثل یک موشک از روستا به این سوی شهرنشینی و دوران صنعتی پرواز کردیم و این مسیری رو که اروپا طی کرد، فهمید که نیاز روستا چیست، نیاز شهر چیست، حاشیه نشینی شهری یعنی چی؟ گفت ما اینا رو طی نکردیم. من میخوام شما وقتی جوان هستین اگه خواستین یه روزی بیشتر کار بکنین، رفته باشین یک بار این کارو که و در روست زندگی کرده باشین. کدوم جوان شهری رو که جامعه شناسی میخونه میشه وادار کرد بره در و این وادار کرد؟ من 45 روز یک بار، یه بارم 15 روز در ایل قشقایی در سقفش که آسمون آبی رنگ بود در چادر در بیرون خوابیدم، با اینا زندگی کردم تا بیام گزارش بنویسم. خب به پایان برنامه میرسیم. یک بار دیگر من اعلام بکنم که گفتگوی آقای اسفندیار منفرزاده در شهر ایرواین، در دانشگاه ایرواین، در مرکز ایران شناسی سامویل جوردن که دوست گرامی آقای تورج دریایی اونجا رو اداره میکنن، رئیسش هستن، خواهد بود در مورد هنر و مردم. هنر و مردم، این جامعه به عنوان مردم و این هنری که هنرمند ارائه میکنه. تمام دوستانی که علاقمند هستن 4 تا 6 میتونن برن و ببینن. 6 تا 8 ببخشید، من همیشه 6 تا 8 چون برنامه رادیویی من 4 تا 6 تو ذهنم هست که بگم 6 تا 8 شب. اینم به آقای دکتر تورج دریایی بگم که تورج جان ببینید ما هیچ در مورد خود موضوع سخنرانیت صحبت نکردیم، برای اینکه میخوایم وقتی اونجا آقای اسفندیار منفرزاده صحبت میکنه تازگی داشته باشه و ناشنیده. اعلام کردیم ولی وارد این گفتگو و مبحث نشدیم. من هم چیز تازه ندارم بگم، واقعا همه از آموزگاران یاد گرفتم. به هر حال امیدوارم که تشریف بیارن دوستایی که گفتگو داشته باشیم. من گفتگوی شما رو که با سخنرانی واژش درست چیز نیستی، خیلی خوب نیستی، فکر میکنم که اثر سخنرانی صمیمیتر هست. در سخنرانی ها ما می ایستیم تا گاهی یادمون میره خطابه میخونیم، بعد خطابه رو وقتی میخونیم گرفتار میشیم، در نقش خطابه خان ظاهر میشیم. خطابه خان ها معلوم به کیا بودن، یا قدرت مردان بودن یا مردان مذهبی در کلیساها و مساجد. یه ذره از خطابه اگه دوری کنیم خوبه. گفتگو اجابه. گفت و گو، گفت و گو. سپاسگزار. پایدار باشی عزیز دل. بینندگان گرامی، مانند همه برنامه ها در پایان هستیم. برای شما آرزوی آزادی میکنم در ایران، برای مردم جهان آرزوی صلح میکنم، چون این دو بزرگترین نیاز جامعه بشری است. در درون ایران آزادی، در جهان صلح جهانی. روز روزگارتون خوش.